سلام، امروز میخوام یک جمجمه بکشم با توشا. من اولین کاری که میکنم اینه که لایه جدید باز میکنم و طرح اولیه‌مو میکشم. بعد اینکه این صفحه رو باز کردیم، خب میخوام یک طرح جمجمه بکشیم. میتونم رنگش رو کمتر کنم که خب چون لایه جدید باز کردیم میتونیم بعدم پاکش کنیم و مشکل نداره اگه خطای اشتباه بکشیم. طرح جمجمه تقریبا این دایره بالاش میکشیم و جای حفره های چشم میتونین از یک عکس هم استفاده کنید. جای حفره بینی اینجا یک خطی هست. جمجمه که من میکشم فقط قسمت بالاشه، کنترل زد و اگه بخوایم بیشتر بریم کنترل آلت زد رو میگیریم که تقریبا تا 10 تا حرکت عقب تر میره. برای این قسمت پشت، خب من احساس میکنم یک کمی این پهن شد، اینجوری بهتر. خب حالا میام توی من با بک‌گراندم هیچ وقت کاری ندارم. یک لایه جدید باز میکنم، رنگ پس زمینه رو میخوام توصی بزنم. اینجا من یه برشای خاصی برای خودم دانلود کردم، الان اینجا نمیتونم خوب ببینم. این اول براش درای و ویت، من بیشتر از درای استفاده میکنم. براش خیلی زیاد و متنوعی هست که شاید خیلی براش بهتری باشه که من هنوز اونا رو امتحان نکردم، ولی تا جایی که اینا رو براش مجانی که میتونید تو اینترنت دانلود کنید و باز کنید و بکشید داخل فتوشاپ خیلی راحت، خودش تو جای خوش قرار میگیره و شما میتونید از این قسمت ویندوز براش یا براش ستینگ براشرتون رو ببینید. اینجا میتونید زاویهش رو تغییر بدین، اندازش رو ببینید، فاصله ها بیشتر میشه، spacing و اینجا هیچ فاصله بینش نمونه، اما دیفالتش یک کمی فاصله داره چون مثل رنگ روغنه. خب این آپشن خاموش بود و وقتی که کار میکنین حساسیت قلم اصلا انجام نمیشه. کنترل زد کنترل آلت زد میزنم، اما اگه این فعال باشه به همین راحتی. من خودم دنبال این توی اینترنت خیلی گشتم تا پیداش کردم و دیدم که چقدر آسونه. ببینین حساسیت قلم من الان کار میکنه.
اون قسمت نازک‌تر، کمرنگ‌تر. خب اگه این هم فعال باشه وقتی آروم می‌کشید خیلی کمرنگ‌تر. اما توی این براش همون اولیه کافیه. خب شروع می‌کنم. سایه های اولیمون رو ببینید، این لایه زیر لایه طراحیمه، به خاطر همین روی خطا نمیره. بعضی جاها فشار رو کمتر میکنم و بعضی جاها که میخوام پررنگ بشه فشار رو بیشتر. خب یکم سایزش رو کوچیکتر میکنم تا بتونم جزئیات بیشتری کار کنم. احتمالا این صدایی که میشنوی صدای قلم من روی تبلته. خب دوباره من این لایه جدید باز میکنم، رنگ مشکی انتخاب میکنم و ترجیح میدم که این زیر لایه قبلی باشه. ممکنه توی نقاشی کمی طراحیتون رو هم تغییر بدید، چون اینجور سایه ها رو میبینیم و میتونیم بهتر تشخیص بدیم. مثلا من این قسمت رو آوردم بالاتر چون نیازی نبود اونقدر پایین باشه. مثل همین قسمت که زیادی کشیدنش. حالا حفره بینی یکم روشن‌تر و میخوام این قسمت رو گیجگاهش تیره‌تر کنم. خب این الان ما چون داریم یه لایه زیری این کار میکنیم، اگه من اینجا بکشم زیاد تأثیر نداره. این بالاتر یه لایه جدید باز میکنم. با فشار کمتر و آزادتر این قسمت هم میخوام بکنم تیره ترشه. خب حالا که اینجا رو تیره کردم احساس میکنم که طراحی خیلی یکم باید جمع‌تر باشه. چیکترش میکنم. میتونیم قلممون رو عوض کنیم
من بیشتر عادت دارم که با این دوتا کار کنم. این تراکم بیشتری داره و این کمتر. حالا این یکی ها رو امتحان میکنم. خب بهتر که رنگمون رو تغییر بدیم و باز یه لایه جدید. قسمت نور رو داریم. من این جمجمه رو قبلا کشیدم و الان دارم دوباره میکشمش چون که ویدیوی برای ضبط نکرده بودم. خب الان رنگمون باید یکم تیره تر بشه. بعضی از این سایه ها اتفاقی هستن دیگه، چون اثری که قلم میذاره تمامش تحت کنترل ما نیست. این رسمت نور کمتری کرده. و اینجا همینجا یکم واقعا نمیخواستم تیره تر بشه. این داخلش هم همینجا یه براش دیگه انتخاب کنم. این مثلا یک افکت جالبی داره. روی قلمتون احتمالاً این آپشن هستش که اندازه بزرگتر کوچیکتر بشه، ولی من عادت دارم از اونجا کوچیکش کنم. می‌تونیم دیگه شروع کنیم به اضافه کردن تیرگی‌های بیشتر و جزئیات بیشتر. یکم زیادی رفت داخل و احساس میشه که جمجمه دو تیک هست. حالا من اینجا را تیره تر میکنم. خب حالا میبینید، اگر ببینید این
لایه طراحی اولیه هم بود. حذفش میکنم و زیاد اتفاق خاصی نمیفته، بهتر میشه. خب حالا دوباره یک لایه جدید روی تمام این لایه ها باز میکنم. میخوام یکم اینجا با رنگ خاکستری تیره یک حالتی ایجاد کنم که یک دست سیاه نباشه، حفره چشم یکم هم روشن‌تر حتی، چون یک نوری داخلش خورده. اینجا تیغه بینی که یک کم روشن‌ترش میکنیم از داخل. خب حالا من میخوام دورش رو یک کوچولو تیرگی هایی اضافه بکنم که جای دندون های این جمجمه بوده که الان نیست. خب بکنم خیلی تیره شد، دوستش ندارم. این بهتر. این قسمت رو و اینجا رو دوستان تیره تر کنم. خب حالا ما به نظرم وقتشه که این دوتا ترک ها رو ایجاد کنم. میخوام یک ترک اینجا باشه، خیلی پررنگ کشیدم، باید فشار قلمم کمتر باشه. یه ترک اینجا هست و یکی هم اینجا. خب دوباره برمیگردم به برش اصلی و میتونم یه لایه زیر این لایه ترک ایجاد کنم که دیگه وقتی میکشم با اون کاری نداشته باشم. این الان انگاری حالت ابروش شد. کنترل زد. میتونیم اینجا تیرگی بیشتری اضافه کنیم تا این قسمت بینی یک کوچولو برجسته تر بشه. اینجایی که میبینید فشار قلم هم کمتر میکنه و اینجا که تیره تر شد فشار بیشتری بهش وارد میکنه و چون اندازه قلم هم تقریبا کوچیک هست، ببینید اگه بزرگ باشه با فشار کمرنگ کمتر میکشه با فشار پررنگ به قلم هم بزرگ میشه، ولی من اندازه متوسط خودم روش راحت تر. خب این نوری که ایجاد شده نوری نیست که من گذاشته باشم، قسمت های رنگ نشده است، یعنی همین نور بک‌گراند. برای اینکه قشنگ تر بشه من احتیاج دارم یکم خودم براش نور ایجاد کنم. بزرگ میکنم اینو و این لایه بالای تمام لایه های قبلیه. یک کوچولو. خب کوچکترش میکنم و این قسمت میتونی یه نورایی
خودت رو ایجاد کنی. بالا بالای بینیش و این گوشه همون یه بار و من دوست دارم زیر چشم ها یکم زومیش نکردم. خب حواسم نبود زودتر زومش کنم، البته نیازی هم نداشتم. خب اینجا یکم الان هیچ فشاری روی قلم رو وارد نمی کنم، چون یه نور خیلی ضعیفی میخوام ازش. این خیلی روشن شد براش. حالا که زوم کردیم میتونیم این دوراش رو یکم مرتب تر کنیم. یک جمجمه نصف است که من ازش خوشم اومد و فکر میکنم این سومین باری که کشیدمش. حالا آخر ویدیو اون دوتای قبل رو هم نشون میدم. اینجا آلتو میگیرم و میتونم رنگ رو انتخاب کنم. مثلا اگه اینجا کلیک کنیم رنگ سفید، اینجوری میتونیم دقیقا همون رنگی که میخواییم رو انتخاب کنیم. براشم خیلی کوچیکه برای اینجا، اینجا یکم نامرتبه، تیره تر رو انتخاب میکنم و کمی میام داخل. اینجا خیلی تیره تره. کنترل زد، کنترل آلت زد، شون یکم کت شد. زیاد از این دورگیری خوشم نمیاد. دوباره آلتو میگیرم، رنگ کمرنگ تری انتخاب میکنم و چون مثل یه حالت دورگیری شده بود. حالا این قسمت دوستم یکم تیره تر بشه داخلش. اینجوری بهتره. فکر کنم دیگه اوکیه. یه جوری نقره‌ای شد. خب زمان بزنم و این ویدیو تن ویدیو رو قطع کردم و تصمیم گرفتم که برای چک سایه زمین هم بکشم. یه رنگ تیره انتخاب میکنم و یه لایه جدید زیر تمام لایه های قبلیمون و روی بک‌گراند اصلی. چون نور از شمال شرقی تابیده
و سعی میکنیم که سایه به این سمت جنوب غربی باشه. و زیرش این قسمت رو دوست نداشتم چون مثل دندون شد. منتظر برن یک سایه کوچک میتونیم داشته باشیم. و تمام. احساس میکنم اینجا باید یکم تفکیک شه تا زیباتر به نظر بیاد. آره بهتر شد. حالا این تیزی بیشتر مشخصه. اینجوری بهتر. همیشه سعی کنید خودتون نقاشی که میکشید رو دوست داشته باشید. حرفه‌ای بودن کارتون بستگی به تمام جزئیاتی داره که روش توجه میکنید. خب الان من دو تا جمجمه ای که قبلا کشیده بودم رو هم بهتون نشون میدم. خب این دو تا کار هستش. این دایره نارنجی که میبینید با یک براش مخصوصی کار خاصی نداره. همینطور این گله که با عنوان تتو گذاشتم روش و زاویهش رو تغییر دادم که روی جمجمه بشینه. میبینید هر بار یک شکل شده چون طراحیش متفاوت بوده. این هم از کار امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لطفا اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید تا به کانالم کمک بشه. خیلی ممنون.